سرخط خبرها. سونامی مرگبار شبانه در اندونزی جان بیش از 200 نفر را گرفت. صدها نفر مجروح و ده‌ها نفر ناپدید شدند. انتصاب دو چهره ضد پاکستان در دولت غنی، وزرای جدید دفاع و کشور افغانستان معرفی شدند. با تصمیم ترامپ برای خروج نیروهای آمریکا از سوریه، ترکیه نیرو و تجهیزات نظامی به مرز شمالی سوریه فرستاد. آلبا اورانگوتان زال بعد از یک سال به طبیعت بازگشت. سلام و عصر بخیر. آمار کشته شده های سونامی دیشب در اندونزی به 222 نفر رسیده، رقمی که در حال افزایش است. این سونامی در پی فعال شدن یک کوه آتشفشان در جزیره کوچک بین سوماترا و جاوا رخ داد. مقامات اندونزی هشدار دادند که احتمال تکرار سونامی های بیشتر وجود دارد. سیاوش اردلان و جزئیات بیشتر. این لحظه ای بود که امواج سونامی یک کنسرت بزن و بکو و رقص و شادی را به وحشت مرگ بدل کرد. رهبر گروه نوازندگان اندکی بعد از شبکه‌های اجتماعی گفت که دوستانش همه کشته شدند و همسرش نیز ناپدید شده. ارتفاع موج آب 5 متر بود. همه چیز را با خودش برد. مقامات اندونزی میگویند که عامل سونامی این آتش فشان بود. آتش فشان آناک کراکاتوا، یعنی فرزند کراکاتوا، ماها نیمه فعال بود. جزیره کراکاتوا خالی از سکن است. شب گذشته تحرک دوباره آتش فشان باعث رانش زمین زیر آب و تشکیل امواجی شد که به ساکنان جزیره های دو سوی تنگه سانترا در جنوب سوماترا هجوم برد. و این ویرانی های برجامانده در نقطه است که در اقیانوس آرام است، ولی در میان منطقه موسوم به حلقه آتش. و حالا حلقه ای از خرابی و کشته و تعداد نامعلومی زخمی و آواره. نیروهای امدادی مشغولند. آنها برای این روزها تعلیم دیدند. اندونزی یک بار بیش از 100 سال پیش آتش فشانی را تجربه کرد که ده ها هزار کشته بر جای گذاشت. و یک بار هم 14 سال پیش که سونامی جان بیش از 225 هزار نفر را گرفت. امدادگران میگویند که انتظار می‌رود آمار کشته شدگان و همینطور نجات یافتگان در روزهای آینده بیشتر شود. سیاوش اردلان، بی بی سی. دو خبر کوتاه. بانک مرکزی ایران مقررات جدید پرداخت سود سپرده‌های کوتاه مدت را به بانک‌ها ابلاغ کرده است. بر اساس این مصوبه سود این سپرده‌ها به صورت ماهانه حساب می‌شود. پیشتر سود این حساب‌ها روزانه تعیین می‌شد و بانک‌ها حتی در صورت تغییر میزان سپرده سود روزانه به سپرده‌گذاران می‌دادند. در این مصوبه حداکثر نرخ سود برای سپرده‌های کوتاه مدت سالانه 10% تعیین شده است. سرپرست هیئت سازمان ملل برای نظارت بر آتش‌بس هدیده وارد این شهر بندری در غرب یمن شد. بر اساس آتش‌بسی که از سه‌شنبه برقرار شده، شورشیان حوثی باید این بندر را ترک کنند. در ادامه توافق آتش‌بس که بر اساس پیشنهاد بریتانیا طراحی شده، دو طرف درگیر باید به تدریج از هدیده و ناحیه‌های اطرافش بیرون بروند. رئیس جمهوری افغانستان دو نفر از رؤسای پیشین اداره امنیت کشور را که به ضدیت با طالبان و پاکستان معروف هستند به سمت‌های وزیران دفاع و کشور منصوب کرده است. محمد اشرف غنی امرالله صالح را به عنوان وزیر داخله و اسدالله خالد را به عنوان وزیر دفاع معرفی کرده. پیش از این ویس احمد برمک وزیر داخله و طارق شاه بهرامی وزیر دفاع بودند. ارگ ریاست جمهوری گفت که وزرای جدید به خاطر تجربه امنیتیشان در این پست‌ها گماشته شدند. این دو نفر برای اینکه به صورت رسمی وزیر بشوند باید تایید مجلس نمایندگان افغانستان را بگیرند. جزئیات بیشتر از علی حسینی در کابل. هر دو چهره که زمانی رئیس اداره امنیت ملی افغانستان بودند
ضد سیاست‌های پاکستان شناخته می‌شوند. حدود 6 سال پیش اسدالله خالد رئیس اداره امنیت ملی آن زمان هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت و به شدت زخمی شد. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین اعلام کرد که حمله در پاکستان برنامه‌ریزی شده. اسلام آباد اما آن را رد کرد. امرالله صالح هم از سرسخت ترین مخالفان سازش با طالبان است. او زمانی گفته بود که امریکا برای سرکوب طالبان باید پاکستان را بمباران کند. ما با تروریست‌های درگیر هستیم که او طرف یک زیربنای حمایتی در داخل پاکستان دارند و پاکستان اراده سیاسی برای از بین بردن از اونا ندارد. ارگ ریاست جمهوری در حال این دو نفر را در حساس‌ترین پست‌های امنیتی گمارده که وضعیت امنیتی نسبت به گذشته وخیم‌تر شده و طالبان که گفته می‌شود نظامیان پاکستانی با آنها در ارتباط هستند، دست کم سه بار با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای مذاکرات صلح افغانستان دیدار کردند. دیداری که ظاهراً دولت آقای غنی چندان از آن خرسند به نظر نمی رسد. حالا در حالی که میدان جنگ همچنان گرم است، ارگ ریاست جمهوری گفته به خاطر تجربه امنیتی این دو نفر مدیریت مهمترین نهادهای امنیتی را بر عهده آنها گذاشته. این در حالی است که حدود 4 ماه به پایان عمر دولت آقای اشرف غنی باقی مانده و قرار است انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. علی حسینی، بی بی سی، کابل. هارون امیرزاده تحلیلگر مسائل افغانستان از شمال لندن با ماست. شما این انتصاب ها رو چطور میبینید آقای امیرزاده؟ ببینین، هدف این انتصاب ها این نیست که وضعیت وخیم امنیتی بهتر شود، چون سیستم امنیتی افغانستان متاسفانه به دلایل تمایل عده گروه های به طالبان و دادن امتیازات به آنها و همچنان معاملات اخیری که گفته میشه بین زلمه خلیلزاد و پاکستانی ها در ابوظبی صورت گرفته شده. روحی ارتش افغانستان پایین آمده و بیشتری گروه های سیاسی که مختلف دولت افغانستان بودند و حامی دولت کنونی اشرف غنی بودند بیشتر تمایل و راه های جستجو با طالبان کردند و طالبان به عنوان یک نیروی مشروع در سطح بین المللی به وجود آمده. اما هدف اساسی طوری که هم در گزارش شما آمد چهره های را که اینجا گماشتند، درست است که اینا چهره های هستند که از لحاظ امنیتی و تخصصی آدم های بسیار مهم هستند، ولی آنها روحی ضد پاکستانی دارند. تقرر اینها به باور ما یک تقرر واکنشی است نسبت به اعلامیه های اخیری که شنیده میشه که ایالات متحده آمریکا میخواهد افغانستان حداقل نیم از قدرت های خود را بیرون بکشد و یا همچنان گفته میشه که یک سلسله تعاملات و معاملاتی که با طالبان در پاکستان صورت گرفته باعث خشم دولت افغانستان شده. دولت افغانستان در محاسبات خود خیلی اشتباه کرده بودند. شاید فکرشان ای بود که در ایالات متحده آمریکا به طور سنتی حامیان خود در افغانستان رها نخواهند کرد. اما پیشگویی سیاست ترامپ، خط قرمز ترامپ برای اینها خیلی دشوار است. زیرا ترامپ سیاستش در با تمام رؤسای جمهوری گذشته ایالات متحده آمریکا اندر خط خاورمیانه هم با دوستان و هم با دشمنانش خیلی تفاوت داره. از این نقطه نظر من فکر میکنم اعلامیه هایی را که دولت افغانستان داد که صلح عجولانه را نمیخواه و همچنان نمیخواه که خود ارتش افغانستان توانایی امنیتی را داره، بیشتر واکنش و خشمشان نسبت به ایالات متحده امریکا. تصور میکنن که نسبت به دولت آقای اشرف غنی به اعتماد هستند و یک معامله در راه است. همین رو میخواستم بپرسم، این انتصاب ها درست هنگامی داره صورت میگیره که آقای زلمه خلیلزاد با طالبان داره صحبت میکنه، و به نظر شما اینها واکنش هست به این مذاکرات که دولت میگه که دولت خرسند نیست ازش، درسته؟
بله، البته یکی به عرض کردم که یکی واکنش در رابطه با ایست که ایالات متحده آمریکا فکر میکنه که دولت افغانستان فکر میکنه که دولت ترامپ یک خیانت را نسبت به اینا انجام میتن و با طالبان کنار میان و خودشان افغانستان رها میکنن. اینها فکر میکنه که بسر دولت آقای نجیب الله که در روزهای اخیر مواجه است شاید مواجه شوند. آقای امیرزاده، چرا مذاکره با طالبان باید بهش بگیم صلح عجولانه؟ مذاکره است، به هر حال شاید راهگشا باشه. ببینن تا حالا که در آغاز وقتی که آقای خلیلزاد آمد، هم از طرف دولت افغانستان که خلیلزاد خودش یکی از لابیست های درجه یک طالبان در زمانش بود و طالبان بسیار بسیار خوب میشناسه، پشتیبانی کرد. آقای غنی، آقای کرزی، آقای حکمتیار و دیگر کسانی که بسیار علاقمند آوردن طالبان به عیسی برادران ناراضی خود بودند، از انتصاب آقای خلیلزاد بسیار پشتیبانی کردند. اما تصورشان ای بود که فکر میکنند که ایالات متحده آمریکا خط قرمزش ای است که باید یک حکومت ائتلافی با طالبان ساخته شود و صلح به وجود بیاید. اما حالا فکر میکنند که چنین چیز اتفاق نخواهد افتید. عساکر خدا شاید به عجله از افغانستان بیرون کنند و افغانستان به عنوان یک چک سفید برای پاکستان بدهند. چنانچه آقای کرزی در آغاز قدرت خود در کاخ سفید برای آقای بوش پیشنهاد کرده بود که افغانستان مثل یک باستلاک یک چک سفید است که ما بر اختیارتان میگذارم و در عوضش چند امتیازات را میخواهیم. حالا فکر میکنه که این چک سفید آقای ترامپ داده به خلیزاد و خلیزاد بر پاکستانی ها در کلید عرب. فکر میکنه که قبلا آقای خلیزاد با پاکستان با تضمین عربستان سعودی و امارات که دو متحد سابق و هستند فرستاده. آقای امیرزاده خیلی ممنون از شما. هارون امیرزاده تحلیلگر مسائل افغانستان از همینجا لندن با ما بود. برنامه امروز هشتگ شما هم به همین موضوع اختصاص داره. از شما میپرسیم درباره این تصمیم غیر منتظره اشرف غنی چه فکر میکنید و انتظار دارید امرالله صالح و اسدالله خالد چقدر در کنترل ناامنی ها در افغانستان موفق باشند؟ در گرماگرم مذاکرات صلح افغانستان انتصاب دو چهره‌ای که به صراحت با طالبان و پاکستان مخالفند به رهبری دو وزارتخانه امنیتی چه پیامی دارد؟ برای اینکه نظر شما رو بدونیم از طریق یکی از این راه‌ها که الان روی صفحه تلویزیون می‌بینید با ما تماس بگیرید. همچنین نظر و شماره تلفن خودتون رو میتونید به پیامگیر ما در تلگرام بفرستید که هست @bbcshuma. هشتگ شما ساعت 8:30 شب به وقت کابل. تنها 3 روز بعد از تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای خروج نیروهایش از سوریه، گزارش‌ها و ویدیوهایی از اعزام نیروهای تازی ترکیه به مرز با سوریه منتشر شده. این گزارش‌ها نگرانی از احتمال درگیری نیروهای ترکیه با شبه نظامیان کرد را تقویت کرده که تا حالا در جنگ با داعش هم پیمان واشنگتن بودند. آنکارا نیروهای کرد را تروریست می‌داند. فیروزه اکبریان در گزارشش می‌گوید که به گفته ناظران داعش از پیامدهای بیرون رفتن نیروهای آمریکایی سود خواهد برد. اعزام کاروان نظامی تازه ترکیه به جنوب به سمت مرز با سوریه. کاروانی از تانک‌ها، خمپاره‌اندازها و اتوبوس‌هایی که تکاوران را به استان ختای ترکیه می‌برند. ترکیه هنوز واکنشی به گزارش‌ها در این باره نشان نداده، اما حرکت تازه تنها 3 روز پس از تصمیم غافلگیر کننده رئیس جمهوری آمریکا انجام می‌شود. برای مدتی طولانی با داعش در سوریه جنگیدیم. در 2 سال گذشته که رئیس جمهوری بودم، حملاتمان را به داعش سرعت بخشیدیم. به آنها حسابی ضربه زدیم. ما سرزمین‌های در کنترل آنها را پس گرفتیم و حالا وقت بازگشت سربازانمان فرا رسیده است. تصمیم دونالد ترامپ انتقادهایی هم در میان متحدان آمریکا داشت هم در واشنگتن. تازه ترینش مخالفت علنی برت مک‌گرگ، نماینده سابق ویژه رئیس جمهوری آمریکا در ائتلاف جهانی علیه داعش. او در اعتراض به تصمیم دونالد ترامپ استعفا کرد. امروز در رقه داعش برای تصرف وجب به وجب خاک سوریه می جنگد. آنها همچنین تلاش می کنند مناطقی که در شرف از دست دادنشان هستند را حفظ کنند. آنها برای بقا می جنگند.
سفر رئیس جمهوری ایران به ترکیه همزمان با تصمیم تازه واشنگتن درباره جنگ سوریه. خروج نیروهای آمریکایی خبری خوش برای دو رهبر است. فرصتی برای گسترش نفوذشان در سوریه. رجب طیب اردوغان میگوید که میخواهد به جنگ سوریه پایان دهد و صلح را برقرار کند. اما او هدفهای دیگری هم میتواند داشته باشد. یگانهای مدافع خلق یا یپگه که بیشتر در شمال سوریه مستقر هستند. کسانی که دوشادوش نیروهای آمریکایی با داعش جنگیدند، کشتند و کشته شدند. آنکارا آنها را تروریست می‌داند. با خروج حدود 2000 نیروی آمریکایی از سوریه، آنها در سایه ترس از حمله احتمالی ترکیه روزها را خواهند گذراند. تهران هم از تصمیم واشنگتن استقبال کرد. وزارت خارجه ایران گفت که ورود و حضور نیروهای آمریکایی در منطقه از ابتدا اشتباه، غیرمنطقی و تنش‌زا بود. اما سیاست تازه واشنگتن در قبال سوریه خوشحال دیگری هم داشت. رئیس جمهوری روسیه که می‌تواند از همکنون به تحکیم مواضعش در سوریه فکر کند. آیا حضور نیروهای آمریکایی ضروریه؟ فکر می‌کنم نه. اجازه بدید فراموش نکنیم که حضورشون مشروع نیست. بنابراین آمریکا تصمیم درستی برای خروج نیروهاش از سوریه گرفته. اما تصمیم آقای ترامپ احتمالاً به مذاق نخست وزیر اسرائیل خوش نیامد. بنیامین نتانیاهو میگوید که اسرائیل به اقدامهایش علیه تلاشهای ایران برای تثبیت حضور نظامیش در سوریه ادامه میدهد. رجب طیب اردوغان پیشتر گفته بود که عملیاتش علیه شبه نظامیان کرد در شمال سوریه را عقب میاندازد. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که شماری از نیروهای ترکیه امروز با عبور از مرز وارد خاک سوریه شده اند. تخمین زده می شود که بین 20 تا 30 هزار نیروی داعش هنوز در سوریه باشند. به نظر می رسد هر گونه جنگ یا ناآرامی در خاک سوریه یا در مرز آن به سود داعشی خواهد بود که شکستش از پیش جشن گرفته شده بود. فیروزه اکبریان، بی بی سی. حبیب حسینی فرد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بن آلمان با ماست. آقای حسینی فرد، ورود نیروهای ترکیه به شمال سوریه هنوز تایید نشده امروز. فقط میخواستم بپرسم که شما این تغییر و تحولات رو چگونه میبینید؟ رفتن نیروهای آمریکایی و وارد شدن نیروهای ترکیه؟ خب نیروهای ترکیه از چند هفته پیش به اصطلاح آماده بودند و داشتن فشار می آوردند که میخوان وارد سوریه بشند. به نوعی ظرف این یک سال گذشته شاید بیشتر با آمریکایی‌ها درگیر بودند سر نوع حمایتی که آمریکایی‌ها از کردها داشتند. در واقع ترک‌ها دو سه مسئله داشتند در صحنه سیاست سوریه. یکی اینی که تا اونجایی که ممکنه حالا که اسد نمیره کنار بتونن حداقل در معادلات سیاسی مربوط به آینده سوریه سهیم باشند، قدرت انحصاری اسد دوباره احیا نشه. تو مناطق کردنشین هم اینی که این کردهای سوریه به حقوق آنچنان وسیع دسترسی پیدا نکنن که الگو بشه برای کردهای سوریه و در ضمن ارتباط کردهای سوریه با کردهای پکه یا کردهای ترکیه هم برقرار نشه و پشت جبهه نشن برای کردهای ترکیه. از این جهتش الان تو هر سه محورش داره ترکیه همچنان عمل میکنه. الان که آمریکایی‌ها رفتن بیرون، خب یه مقدار دست ترک‌ها بازتر شده برای اینکه بیان و در شمال سوریه مانور بدن. منتها به نظر میاد که همین فشاری هم که دارن میارن الان بیشتر از همه متوجه روسیه است. میدونیم که یه صحبتایی هست که مذاکرات فشرده‌ای بین خود آمریکا و روسیه در جریانه که این مناطقی رو که آمریکایی‌ها میرن بیرون، روس‌ها بیان به اصطلاح تسلط به عهده بگیرن. از این جهتش الان این فشار به نظر میاد که ترکیه داره میاره اینه که روس‌ها در رابطه با کردها وارد عمل بشن، نه حقوق آنچنانی به اینها در صحنه سیاسی روسیه سوریه داده بشه و همچنین روسیه هم فشار بیاره که کردها ارتباطاتشون رو با کردهای ترکیه قطع کنن. میدونید که آقای ترامپ یه توییت زده، صحبتش اینه که ترک ها میتونن مسئله باقی مانده و کسانی که از داعش ماندن مسئله اونها را حل بکنن. یعنی تا اونجایی که به رئیس جمهوری آمریکا مربوط میشه، ورود احتمالی ترکیه به سوریه شاید هدفش جنگ با داعش باشه. واقعیتش اینه که ممکنه این توجیهی باشه از طرف آمریکا که به نوعی کار خودش ساده بکنه و بگه حالا که من دارم میرم آنچنانم وضعیت خطرناک نیست و ترکیه یک همچین مسئولیتی رو به عهده میگیره. ولی همین که امروز که آمریکا با این همه امکاناتش، با امکانات جاسوسی و امنیتی این حرفاش داره میره بیرون،
بنا به برآوردهای خود سازمان‌ها و نهادهای امنیتی آمریکا چیزی در حدود 14500 نیروی فعال داره داعش در صحنه سیاسی، در صحنه عملیاتی سوریه و عراق. و همین هفته پیش که یکی از شهرهای سوریه رو به عنوان آخرین مرکز اینا گرفتن، همچنان بخشی از این شهر دست داعشه، خودشون دارن عملیات میکنن و نارضایتی ها تو رقا و موسیل هم اگر باز بالا بگیره در جریان عدم بازسازی و مسائلی از این دست و اینا میتونن دوباره برگردند. به نظر میاد که ترک‌ها هم بیش از آمریکایی‌ها مشکل خواهند داشت در اینکه چجوری با داعش تا بکنن. آقای حسینی فرد خیلی ممنون. حبیب حسینی فرد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بن آلمان با ما بود. برنامه خبری بی بی سی رو با سرخط خبرهای مهم روز ادامه میدیم. در پی وقوع سونامی مرگبار، اندونزی بیش از 220 نفر کشته و ده‌ها نفر ناپدید شدند. اشرف غنی دو چهره مخالف پاکستان را به عنوان وزرای جدید دفاع و کشور افغانستان معرفی کرد. در ادامه برنامه، جشنواره کریسمس در الگوردو با بیش از 200 سال قدمت. ازبکستان به دلیل سابقه نچندان خوبش در عرصه های حقوق بشری شناخته شده، اما این کشور در این حال ظرفیت بالایی برای جذب گردشگران دارد. دولت این کشور، دولت جدید این کشور، حالا تلاش میکند تا چهره جدیدی از ازبکستان به جهان معرفی کند، کاری که به اقتصاد این کشور هم کمک خواهد کرد. اخیراً این دولت این کشور بنتاو انر خبرنگار بی بی سی رو دعوت کرد تا از نزدیک شاهد این تلاش ها باشه. مخالفان زندانی، رسانه های محدود شده و فضای بسته، چیزهایی که ازبکستان سالها با آن شناخته شده. اما این کشور آسیای میانه‌ای با غنای تاریخیش میخواهد تصویرش را عوض کند. بعد از چند دهه دیکتاتوری، رئیس جمهوری جدید این کشور به دنبال رونق اقتصادی است با جذب گردشگران خارجی. ازبکستان ظرفیت گردشگری بالایی داره که ناشناخته مونده. 3-4% درآمد خالص ملی ما در سال 2017 از گردشگری بود که انتظار داریم افزایش چشمگیری داشته باشه، احتمالاً از همین امسال. برای خیلی از گردشگران جاذبه اصلی شهرهای باستانی ازبکستان است. هر جا که می رویم زمین‌های زیادی زیر کشت پنبه است. فعالان حقوق بشر میگویند پارسال بیش از 1 میلیون نفر از کارکنان دولت وادار به کار در زمین‌های پنبه شدند. هنوز هم معلم‌هایی هستند که بعد از ساعت مدرسه مجبور میشن برن پنبه بچینن. هر آخر هفته که به زمین‌های پنبه برین، معلم‌ها و دکترها رو اونجا می‌بینین. چیزی عوض نشده. سازمان ملل میگوید که وضعیت کار اجباری در حال بهتر شدن است و دولت هم اصرار دارد که در حال مقابله با این معضل است. تا جایی که به حقوق بشر مربوطه، دولت و شخص رئیس جمهور برای پایان دادن به کار اجباری تلاش میکنند. 20 سال پیش رو نگاه نکنید، 1.5 سال اخیر رو ببینید. ازبکستان بدون شک چیزهای جذاب زیادی داره. تاریخ، فرهنگ، مهمان نوازی و موارد دیگه که این کشور رو مقصد خوبی برای گردشگران میکنه. اما آیا مشکلات بزرگی مثل ضعف دموکراسی و مسائل حقوق بشری ممکنه باعث بشه گردشگران برای سفر به ازبکستان تردید کنن؟ تقریبا در همه جای دنیا میشه در مورد وضعیت سیاسی یا حقوق بشر حرف زد. به نظرم سفر میتونه کمک کنه. هرچی گردشگران بیشتر بیان، امیدوارم که ازبکستان هم فضا رو بازتر کنه. ازبکستان در خیلی زمینه ها سر دوراهی انتخاب است. کشوری که میخواهد برای هجوم توریست ها آماده شود. اما آیا مقام ها واقعا به دنبال بازتر کردن فضا هستند؟ یا وعده هایی میدهند که نمایشی بیش نیست؟ Ben Taverner, BBC News, Uzbekistan. پلیس بریتانیا اعلام کرده که 2 نفر مظنون به پرواز درآوردن پهپاد در اطراف فرودگاه گتویک بریتانیا را که روز جمعه دستگیر شده بودند حالا آزاد شدند. پرواز پهپاد در اطراف دومین فرودگاه بزرگ لندن کار فرودگاه گتویک را در روزهای تعطیلات پایان سال مختل کرده بود. در 3 روز گذشته پرواز 140,000 مسافر کنسل شده بود.
وضعیت فرودگاه از دیروز به حالت عادی برگشته. آکیهیتو امپراتور ژاپن در پیامی به مناسبت روز تولدش از حمایت‌های مردم ژاپن و همسرش میچیکو در دوران سلطنتش تشکر کرد. امپراتور آکیهیتو که 85 ساله شده قرار است حدود 4 ماه دیگر از سلطنت کنار برود و قدرت را به شاهزاده ناروهیتو واگذار کند. امپراتور ژاپن گفت از اینکه در دوران سلطنتش ژاپن درگیر جنگ نشده احساس رضایت و آرامش می‌کند. آکیهیتو اولین امپراتور ژاپن در دو قرن گذشته است که به انتخاب خودش سلطنت را واگذار. یک سال پیش ماموران حفاظت از حیوانات در جزیره بورنیو یک اورانگوتان نادر را از دست روستاییان محلی نجات دادند. او تنها اورانگوتان زال شناخته شده در جهان است. این اورانگوتان که آلبا نام دارد بعد از یک سال زندگی در یک مرکز بازپروری آماده شد که به حیات وحش برگردد. دانیل مکرل گزارش می‌دهد. This is Alba. آلبا، تنها اورانگوتان زال در جهان. او پارسال در منطقه دورافتاده در جزیره بورنئو نجات یافت. اداره حفاظت از حیوانات می‌گوید که آلبا لاغر و ضعیف شده بود و صورتش هنوز خونی بود. روستاییان او را به عنوان حیوان خانگی نگه داشته بودند. حالا بعد از یک سال مراقبت و غذای خوب آماده سفری تازه است. بازگشت به طبیعت وحشی. او را به یک پارک ملی در قلب بورنئو میبرند. جنگل‌های محل زندگی اورانگوتان‌ها در سال‌های اخیر اوضاع بدی داشته. بخش زیادی به خاطر کاشت نخل‌های روغنی یا پالم نابود شدند. به گفته صندوق جهانی حیات وحش در 20 سال گذشته تعداد اورانگوتان ها به نصف رسیده، گونه ای که به شدت در معرض خطر است. بعد از بیشتر از یک سال اقامت در مرکز بازپروری، آلبا کاملا آماده بازگشت به جنگل است. او با دوستش کیکا آزاد می شود. یک اورانگوتان ماده که برای برگشتن به جنگل خیلی بیشتر عجله دارد. آلبا خیلی سریع از درخت ها بالا می رود و شروع به خوردن میوه های جنگلی می کند. بنیاد نجات اورانگوتان های بورنئو که مراقبت از آلبا را به عهده دارد میگوید که او شروع خیلی خوبی در حیات وحش داشته. یک پستاندار خیلی نادر و نشانه ای از امید برای جانوران در معرض خطر. دانیل مکارو، بی بی سی نیوز. الگوردو یا چاق و چله نام یکی از بزرگترین مسابقات بخت آزمایی در جهان است. هر سال میلیون ها اسپانیایی به امید اینکه بخت یارشان شود و زندگیشان یک شبه زیر و رو شود در این قرعه کشی شرکت میکنند. امسال هم خیلی ها برنده جایزه های این مسابقه شدند. تیم آلمان و جزئیات بیشتر. In Spain, Christmas. کریسمس اسپانیا بدون الگوردو کریسمس نیست. جشنواره سنتی با قدمتی 200 و چند ساله. بچه مدرسه ها توپ ها رو بر می دارند و شماره روی آن را با آواز می خوانند. هرچند انگار جو مراسم برای این دختر کمی سنگین بوده. زیبایی الگوردو هم در مقدار احتمالی جایزه است، بیشتر از 2 میلیارد یورو، و هم در تعداد برنده ها. در سراسر کشور خانواده ها، دوستان و همکاران کنار هم جمع می شوند. آدم های زیادی در این خوشحالی سهیم می شوند، حتی کسانی که بلیط های برنده را فروختند. خیلی خیلی منو خوشحال می کنه. چون میدونم که داریم یه نفر دیگر رو خوشحال میکنیم. ما تمام سال برای خوشحال دیگران کار میکنیم و با این جایزه کارمون رو درست انجام دادیم. برنده ها از شهرهای مختلف هستند: مادرید، بیلباو، کوردوبا و بارسلون. جایزه بزرگ یک بار دیگر کار خودش را کرده. جاودانه کردن کریسمس برای خیلی ها. تیم اولمن، بی بی سی نیوز. الگوردو و کریسمس در اسپانیا. به پایان این بخش خبری می رسیم. تا دقایق دیگر با خلاصه خبرها با شما خواهم بود.